اقدامات و تلاشهایی که از سالها پیش برای قانونی شدن استفاده از ماری جوانا در آمریکا ادامه داشته هنوز راه به جایی نبرده است دولت باراک اوباما هرگز حاضر نشد بودجه فدرال را که از طریق مالیات مردم تعمین شود به اجرای سیاست استفاده دارویی از ماری جوانا اختصاص دهد سیاستی که به باور بسیاری از شهروندان آمریکایی باید روز شود با این حال به نظر می رسد این تلاشها در دولت کنونی هم اقبالی برای پیروزی نخواهد داشت. جف سشنز وزیر دادگستری آمریکا یکی از مخالفان جدی آزادی استفاده از ماری است. برگردان گزارشی از آرش عرب اسدی خبرنگار صدای آمریکا. گروهی از معترضان با وجودی که میدانند دستگیر میشوند در مقابل کنگره آمریکا با کشتن مارجوانا خواهان آزادی استفاده از آن در پایتخت آمریکا هستند این افراد نه فقط به صرف تفریح که غالبا به واسطه خواص بیشمار دارویی آن از دولت فدرال می‌خوان استفاده از آن را آزاد کند من یه دختر نه ساله دارم که از بیماری سر واقعا داره رنج میبره ماریجوانا دارای دو خاصیت مخدر و دارویی است خاصیت دارویی آن به صورت قطره در درمان بسیاری از بیمارهای سرعی تاثیر معجزه آسایی دارد علائم بیماری سرش از وقتی شش ماهه بود شروع شد خانم لیکارتی دخترش را به بخش مغز و اصاب بیمارستان میبرد تنها دارویی که برای درمان او تجریز میشود شود بسیار قوی است اما هیچ چک تاکنون نتوانست جلوی سر او را بگیرد نمیتونستیم جلوی حمله های سرش رو بگیریم کار به جایی رسید که یا باید زیر عمل جراحی مغز میرفت یا دارویی بهش میدادن که ممکن بود دچار تشنج شدید بشه که من نمیخواستم به هیچ وجه با زندگیش خمار بشه در حال حاضر در بسیاری از ایالتهای آمریکا استفاده ای دارویی از ماریجوانا آزاد شده خانم لیکارتی با وجودی که ممکن بود به خاطر حمل مواد مخدر دستگیر شود برای خرید قطره ماریجوانا برای دخترش به ایالتهای دیگر می رود. اما به نظر میرسد این گروه از افراد از دولت کنونی هم نباید انتظار زیادی داشته باشند بزرگترها با باید در واشنگتن پا پیش بگذارند و بگن که ماریجوانا چیزی نیست که قانون آزادش کنه. اما نتیجه دو نظر سنجی مختلف نشان میدهد که حدود 60 درصد از بزرگسالان آمریکایی معتقدند مارجوانا به عنوان یک داروی توانبخش باید آزاد شود و حدود 90 درصد از مردم معتقدند دولت باید به پزشکان اجازه دهد که آن را به عنوان دارو برای بیماران تجویز کنند.